و ما خبری از عراق. یک حمله انتحاری در روز جمعه در استان کربلای معلا به وقوع پیوست. یک حامل انتحاری که تحت تعقیب نیروهای امنیتی بود، پس از ورود به یک پارکینگ عمومی جلیقه انتحاری خود را منفجر کرد که در اثر آن 9 تن به شهادت رسیدند و 14 تن دیگر مجروح شدند. پس از وقوع این انفجار و با حضور نیروهای امنیتی، نیروهای امدادی مجروحان این حادثه تروریستی را به مراکز درمانی منتقل کردند که به گفته این مراکز حال مجروحان رضایت بخش است. سنی های تندروی داعش طی بیانیه‌ای مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفتند. همچنین به گفته منابع امنیتی عراقی در اثر انفجار دو بمب دستساز در جنوب بغداد شماری از افراد غیر نظامی شهید و زخمی شدند. به گزارش از سومری نیوز عراق، انفجار یک بمب دستساز تعبیه شده در کنار جاده‌ای در منطقه الرشید در جنوب شهر بغداد به هنگام عبور خودروی گشت نیروهای پلیس جان باختن یک پلیس و مجروح شدن دو تن دیگر را در پی داشت. در همین حال یک منبع آگاه در پلیس عراق نیز اعلام کرد در نتیجه انفجار بمب دستساز تعبیه شده در کنار جاده‌ای در نزدیکی یک بازار شلوغ در منطقه الوریه در شهرستان المدائن در جنوب بغداد 3 شهروند غیر نظامی مجروح شدند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این دو انفجار را بر عهده نگرفته است.